و همسن سالهای خودم در سراسر جهان. از فکر کردن به مرگ بیزارم، نمیخواهم به آرزوهایم زیر خاک برم. من اسمم زانیار مرادی است. الان از سلول مرگی در آن سوی دنیا، در شهر کرج، در کشور ایران نشستم. میخواهم با شما جوانان در اروپا، آمریکا، با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن، استرالیا، فرانسه، افریقا، در همه جای دنیا حرف بزنم. نگذارید مرا اعدام کنند. آیا دنیا اینقدر بیرحم است که این صحنه را تماشا کند که من و پسر عمویم در خیابان اعدام شویم و چیزی نگویم، کاری نکنم؟ میدانم که این ترس من و این درخواستم از طریق امکانات اینترنتی به گوش شما میرسد. پس فقط چند دقیقه صبر کنید. چند ثانیه وقت بگذارید و از من بشنوید که چقدر سخت است در 21 سالگی هم با مرگ مواجه شدم، با کابوس مرگ زندگی کردن و هر لحظه صدای پای زندانبانان ترسیدن و به خود لرزیدن. ما 3 سال است که زندانی شده ایم. من زانیار مرادی و هم پرونده ایم دغمان مرادی 9 ماه را زیر شکنجه بودیم. ما را چنان کتک می زدن که دیگر توان راه رفتن نداشتیم. همین امروز کمرم به شدت درد می کنه. 2 مهره کمرم شکستگی دارد. به ما گفتند اگر حرفهایی که آنها می خواهند را نزنیم به ما تجاوز می کنند و ما نامه هایی که آنها آوردند را امضا کردیم. اکنون در یک قدمی مرگ با تناب دار در خیابان های تهران یا مریوان، شهر محل تولدم ایستادم. این روزها شنیدم که دارن مقدمات اجرای حکم اعدام ما را فراهم می کنند. شبها خوابم نمی برد و فکر کردم شاید با این نامه بتوانم به خودم کمک کنم. نگذارید که ما را اعدام کنم. به هر طریقی که می توانید سعی کنید از ابتکارات جوانان استفاده کنید، کاری کنید که حکومت اسلامی ایران ببیند که ما تنها نیستیم و دنیا به این حکم ظالمانه اعتراض دارد. صدای اعتراض شما و هر حرکت و اعتراضی که بکنید به گوش ما فوراً میرسد. منتظر شنیدن اخبار اعتراضات شما همسن و سالهای خودم هستم. نگذارید ما را اعدام کنید. زانیار مرادی، زندان رجای، شهر کرج، 4 ژانویه 2013.